سلام شنبه 19 دی ماه 88 9 ژانویه 2009 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اعتراض کارگران شرکت های پیمانکاری زباهنه اصفهان در مورد مسئله حقوق و دستمزد و سایر خواست هاشون که تهدید به اعتصاب و دست از کار کشیدن هم کردند و روندی که در تمام کارخانجات تولیدی کشور وجود داره این بار به دلیل سوء مدیریت در زباهن اصفهان هم دیده میشه به هر صورت وضعیت کارخانجات فولاد کشور وضعیت خوبی نیست به دلیل اینکه قیمت فولاد هم تغییراتی در دنیا کرد و این کارخانجات امکان مدیریت کردن این بحران رو خیلی هاشون ندارن نکته دوم صحبت های آقای سفار هرندیه در مدرسه حقانی قوم و حرفایی که حالا ایشون زده اما نکته جالبش در واقع حمله است که با آقای احمدی نژاد کرده که چرا این روزها ساکته و خودش رو کنار کشیده همونطوری که قبلا هم دیدیم آقای احمدی نژاد فکر میکنه که با زرنگی اگر کنار بیسته و نشون بده که خیلی با این جنایت ها موافق نیست میتواند دامن خودش رو پاک نگه داره در حالی که اصل موضوعی که اعتراض مردم رو شروع کرده تقلب در انتخابات و به ریاست جمهوری انتصابی رسوندن آقای احمدی نژاده به هر صورت کشمکش هایی که داخل حکومت هست حرفایی رو که آقای حسینیان هم راجع به آقای رحیم مشایی یار قار آقای احمدی نژاد نوشته باز هم نشون میده که در صف کودتاچی ها چگونه اختلافه و آدم های مثل احمدی نجات فرصت طلبانه فکر می که اگر یک کناری بیستند و هیچی نگن ممکن است که مردم فراموش بکنند که اونها چگونه در کودتا دست دارند و چگونه شریک تمام جنایت هایی هستند که اتفاق می نکته دیگه که در همین راستا میشه گفت این است که مدتی است که سپاهی ها هم و از مصاحبه کردن عبا دارند جلوی پرده نمیان و امیدوارند که بلکه با جلو انداختن نیروی انتظامی بتوانند خودشون را از معرض چشم مردم دور نگه دارند و به این ترتیب خودشون رو در واقع بلکه که از خشم مردم کنار نگه دارند در حالی که قبلا هم صحبت کردیم که برای برخورد با مردم وقتی که شرایط به قول خودشون در نقطه قرمز هست تمام مسئولیت به عهده سپاه، و اصلا مرکزیت کنترل خیابانها و برخورد با مردم در مسئولیت سپاهه و اونها هستند که نیروی انتظامی رو هم روونه میدون میکنند یا اطلاعات سپاه دستگیری هایی که میکنن زندان هایی که دارن و کارهایی که میکنن به خصوص الان که دنیا هم متوجه نقش سپاه شده و بحث تحریم های جدیدی که مطرحه یک زاویه مهم اون متوجه سپاه و تمامی شرکت های تابعه و وابسته اونه و این تازه در شرایطی است که درون خود سپاه هم مشکل دارن و حتی نمی توانند اعضای سپاه رو بدنه سپاه رو با لباس شخصی فقط برای تظاهرات اون هم به نفع مثلا آقای خمینی یا آقای خامنه ای بیارن توی خیابون برای اینکه بیم این رو دارن که تمرد و سرپیچی بکنن به هر صورت این کشمکشی که ما میبینیم آقای سفاره هرندی آقای حسینیان کنار کشیدن آقای احمدی نژاد از جلوی دوربین یا کنار رفتن فرماندهان سپاه از حرف زدن و غیره همه اونها رو باید به فال نیک گرفت و حاصل حرکت مردم دونست که چگونه در واقع کودتا چی ها رو در موضع انفعالی قرار نکته سوم در شهر قم خود دیروز در خطبه های نماز جمعه قم آقای امینی که معروف به این که ایشون امام جمعه ای بودش که از روز اول هم با کودتای انتخاباتی موافق نبود وقتی میاد و صحبت از وحدت میکنه جمعی که از این به اصطلاح مزدورانی که دارن و همه جا قرار میدن در قم به خصوص بیشتر معروفن که طلاب آقای مصباح یزدی هستن و از مدرسه های ایشون و پولای ایشون که میلیاردها میلیارد از دولت گرفته تغذیه میکنن شروع میکنن به شعار دادن علیه آقای امینی و در واقع کار کودتاچی ها به اونجا رسیده که حتی امام جمعه قم رو تحمل نمی کنند و با او مشغول کشمکش و درگیری میشن. همینطور در تهران نکته جالبی که هست این است که آقای صدیقی که معروف بین امام جمعه هایی که در تهران این سالیان اومدن رو واقعا نابغه ترین نابغه این جمع نوابق نماز جمعه تهران هست باز هم از اون حرف های نبوغ آسا دیروز زده ایشون و صحبت از این کرده که در تظاهرات روز آشورا کسایی که بودن یا مسک بودن یا خارجی بودن از جمله اهل افغانستان بودن و بعد هم ایشون گفته که قشون و مخالفین چند نفر بیشتر نیستن بر صورت ای کاش یک کسی این آقای صدیقی رو بنشونه و فیلم هایی رو که از ایدروز هست و جمعیت مردم رو چند تا دونش رو به ایشون نشون بده که اینطور در واقع از توی اتاق دربسته چیزی رو بهش دیکته نکنن که ایشون بیاد و مطرح بکنه اما نکته چهارم این که در قزوین برخوردی که به آقای کروبی شد و اون 400 500 نفری رو که بسیج کرده بودن از قزوین و حتی پاره روستاهای اطراف آدم آورده بودند سازماندهی کرده بودند که با آقای کروبی حمله بکنند روی این تاکتیک کودتاچی ها که فکر میکنند با توهین کردن و همین لاتبازی هایی که در تمام این سی سال داشتن میتونند که با جنبش و شخصیت های شناخته شدهش معارضه و برخورد بکنند الان معلوم شده که به ماشین ایشون تیراندازی هم کردن یعنی کسانی که در بینشون فرمانده های سپاه هم بودند کارمندان آدم های استانداری هم بودند به روز روشن اسلحه کشیدند آشکارا و تیراندازی به ماشین آقای کروبی هم کردند من مطمئنم آقای کروبی از بیدی نیست که از این بادها بلرزه و شخصش مشکلی داشته باشه ولی این طرف ماجرا جالبتره و اون اینکه حکومتی داریم که بدتر از دوره هرج و مرج غرب وحشی آدمها توش میتونن راحت اسلحه بکشن و تیراندازی بکنن در حالی که نیروی به پلیس هم ایستاده و به نظر من این روند داخل حکومت بیش از هر چیزی نشون دهنده آشفتگی آقایونیست است که کارشون به در واقع تکساسی عمل کردن و هفتیرکشی و تیراندازی کشیده حتی انقدر لیاقت ندارند که اگر گروه تروری هم دارن میخوان ترور بکنن مثل دیکتاتورهای آمریکای لاتین مخفیش بکنن که بعدا مسئولیتش رو بتونن انکار بکنن به هر صورت به نظرم سیر این حوادث از جهت نوع برخورد این آقایون و آشفتگی که در فرماندهی سمت کودتاچی ها هست بررسیش جالبه و یک بار دیگه هم معید این است که آقای خامنه ای امکان فرماندهی کردن تیف های مختلفی رو که در کودتا ها هست نداره و کشمکش هایی که در هست رو نمیتونه کنترل کنه و به او گوش نمی کنن. اگرچه بعید نیست که بخشی از این کارهای لاتبازی و یا هفتیرکشی با نظر ایشون باشه و بخشهای دیگه از جوانه به دیگه باشه به صورت کشمکش کش بین این شخصیت ها و آدم ها کماکان ادامه داره و تموشایی از یک شد اما نکته آخری که میخواستم بگم سوالی بود که یکی از دوستان پرسیده بود که مطالبی که این یک هفته گذشته پیش اومده رو کنار هم گذاشته بود مثل این نامه استعفای آقای حسینیان در اومدن اسم آقای مرتزوی عرض برخورد همین آقای صفار هرندی به احمدی نجات حرف نزدن او و مسئله کهریزک و غیر و غیر و سوال این دوست ما این بود که آیا میخواهند که یک بازی سیاسی بکنند مانور سیاسی بکنند و خدای نکرده سر جنبش کلاه بگذارند به نظر من جنبش به دلیل اینکه هدفش رو روشن بیان کرده شفاف و روشن از روز اول تا همین امروز جنبش یک خواست حد اقلی داشته که هیچ کس از اون خواست حق نداشته و نداره که پاش رو عقبتر بذاره این بوده که دولت کودتاچی باید پایین بیاد عاملین و آمرین این جنات ها باید محاکمه بشن و به همین دلیل هم هرچی از این بازی ها بکنن تفاوتی به حال جنبش نمی کنه خواست جنبش سر جاشه ضمن اینکه این خواست مرحله ای رو هر وقت جنبش بهش دسترسی پیدا بکنه خواستهای دیگرش هم که طیف فعالیت جنبش میخوان در دستور قرار داره و با اونها برخورد خواهد کرد و ادامه خواهد داد تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایرانی